سلام به ویدیو دیگه، خیلی خیلی خوش اومدین بچه ها. الان ساعت 3 صبح، من تا آخر ویدیو نمیتونم بودن صحبت بکنم و نمیتونم مثل ویدیوهای دیگه قشنگ چیزتون بکنم. بچه ها الان ما یه بست آف 5 داریم در برابر ایسی، خدای ترکیب پکارم، کسی که پکارم رو اختراع کرد برای اولین بار و کسی که رنک 5 لدر و جهان رو با همین ترکیب پکارم زدهش. بچه ها توی این ویدیو قراره که هر دو اون از ترکیبای اصلیمون استفاده بکنیم، یعنی من با پکاپلم گریویارد و ایسی هم با پکارم. و بچه ها خیلی قرار ویدیومون بمب بشه. ویدیو رو حتما تا انتها نگاه بکنید، لایک فراموش نشه، یک کامنت انگلیسی هم بذارید، عشق دیگه بچه ها. خب طبیعتا ساعت 3 صبح نمیشه قشنگ چیزا رو توضیح داد، ولی خب به نظرم کافی بود. بچه ها ایسی واقعا دور از انتظار بودش، یعنی زمانی که پارسال به بازی گیم پلی در واقع ایسی نگاه میکردیم اصلا در حد تاپ 5 جهان نبود، ولی خب تقریبا 7-8 ماهی بود که رنگ 5 جهان رو با پکار رم زد. 7-8 ماه نبیشتر، تقریبا 10 ماه پیش بود که این اتفاق رو رقم زد و یه شگفتی بود بچه ها به نظر من این ترکیب ایسی و خودش. کلا پلیر خیلی خیلی خوبیه بچه ها، خیلی مطرح، خیلی معروف، یعنی واقعا بین پکا پلیر ها خیلی معروفه بچه ها ایسی. تقریبا پکا پلیر ها همه میشناسنش و واقعا یه پلیر فوق العاده خوب و دوست داشتنی هستش و داره میگه که کدوم ترکیب استفاده بکنم. منم گفتم هر کدومی که دوست داری، ببینیم چی میشه. Let's go، بریم که گیم پلی رو داشته باشیم. گود لاک. بچه ها من نسخه فایربال رو انتخاب کردم، به نظرم میخورده بهتر میشه وضعیتمون، ولی زیاد تغییر خاصی نمیکنه. خب از نسخه نایت اِوولوشن داره استفاده میکنه. اوکی تورنادو. ایویز. بچه ها این گلوبال تورنمنت چقدر گلوبال تورنمنت مزخرفی بود برای من، یه دونه کلن تاپ 1000 بیشتر نتونستم بزنم، واقعا گلوبال تورنمنت عجیب غریبی بود برام. بالای 5 تا اکان داشتن که یکیش رنگ شد، واقعا فقط همه پیکا بریجس هم داشتم بازی میکردم. بچه گلوبال تور، فردا ویدیو گلوبال تور رو براتون میذارم برای اکانت استیم که حال کنید بچه ها. نایت. خب بومبر یه خود مسخره میشه اگه الان بخوام پکار پلی بدم برای یه همچین چیز ساده ای. الان باید پکار پلی بدم، اگه اون موقع پکار پلی میدادم با بومبر نمیشد بندی تو دفاع کرد. اوکی گریویارد الکترو ویزارد. خوبه، پکامون زنده است کاملا. خب ما باید با تورنادو بکشیم به سمت کینگ که کینگمون البته فعال بوده از قبل. دارک. بچه ها بد تایم دارم بازی میکنم، خودش خوبی الان بزنیم چون بعدش میخواد سیارل بازی بکنه، کلش رویال بازی بکنه، یعنی بعدش که میخواد بخواه و بعدش کلش رویال بازی بکنه، یعنی فقط الان تایم داشت که با همون گیم پلی رو در واقع اجرا بکنه. پکار از سمت مخالف پکای حریف زدیم. بالون تورنادو. شیت بچه متاسفانه، ولی بچه ها ایویزو زد پشمام. گریف فایر بادم داره. دارک. اوکی بچه ها پکار رو بزنیم اینجوری خوبه. بچه ها بخوام پکار رو با پکا دیفنس بکنم کارمون سخت میشه چون میدونم چقدر ترکیبش قدرتمنده. بچه ها به نظرتون مچه های ما چنده؟ حالا بیم بگید حتما. به نظر من 60 نه 50-50 نه 50-50 50-50 به نفع ایسیه به نظرم یه همچین مچه ها بی. حالا شما هم بگید حتما نظرتون رو. فایربال دارم عالی بازی میکنم فعلا. ضربه وارد شد با
بالون بندیت که تا اینجا واقعا بچه ها گیم پلی دست من بود. تا ببینیم در ادامه چه میشه. ایویزو مجبورم پلی بدم چون داستاندار میشه برامون. نایت. خب ما میتونیم پکار فقط پلی بدیم اینجا. اوکی دارک گریو بالون بومبر شیت بالون تنها شانس من بود. بچه ها چقدر عالی داره پیش میره. شیت بگاه وای نایت داره اسفم میکنه که پکا ایویز وای ایویز نه رو ایویز وای رفت بچه ها رفت بچه ها سوتی دستم داد سوتی کار دستم داد بچه ها سوتی کار دستم داد سوتی کار دستم داد متاسفانه سوتی بچه ها کاملا بازی در دستم بود به جز اون الکترو ویزارد آخری که انداختم تمام حرکاتم حساب شده و دقیق و خوب بود ولی اصلا فکر نمیکردم بخواد از سرمت مخالف چیزو بزنه گوچو بزنه وگرنه الکترو ویزاردم رو نگه میداشتم. من بیمهابا داشتم کارت مینداختم بچه ها ثانیه های آخر باید قشنگ صبر میکردم با حوصله بازی میکردم دقیقا مثل ایسی و متاسفانه بازی رو لوز دادیم. خودش هم باور کنید باورش نمیشه که برده الان خودش باورش نمیشه من خود هم باورم نمیشه. بریم ادامه بدیم بچه ها بریم ادامه بدیم میخوام برگردونم بازی ها رو بریم که داشته باشیم. Let's go. Okay, good luck. Bomber. بچه ها این ترفندی که دارم میزنم دقیقا جلوی پکار رو هم باید شما همین کار انجام بدید. اول گریویارد و بلا فاصله الکترو ویزارد چون اگه الکترو ویزارد نباشه هیچ فایده ای نداره این اسکلت ها که انداختیم و میندازیم. نا کنین الکترو ویزاردی که داره به حملمون ثمره میبخشه. این لعنتی گوچ نا کنین بچه ها گوچ چه کاری میکنه بیبی دراگون کارشو در بیاره دیگه. لعنت به این شانس بچه ها فکر کنم خار مادر گیم پلی دارید نگاه میکنید الان از ایسی بازی پیش که نمیشه اسمش گذاشت باخت فقط سوتی های خودم بود ثانیه آخر یعنی دو تا فایر باد اگه همون سایکل میکردم میزدم البته سایکل که نمیشه گفت تو ترکیب من ولی میشد کار رو در آورد خیلی سخت داشت پیش میرفت ولی میشد در آورد. بچه ها من برنده در واقع گرند چلنج رو توی ویدیوی گذشته پین کردم اونی که برنده شد و فکر کنم 20 خورده لایک گرفت و براش گرند چلنج بعد گلوبال تورنمنت یعنی فردا براش میزنم قشنگ کامیونیتیش هم میکنم که یارو یا همونی که برنده شده راضی بوده و کارش رو انجام دادیم براتون میذارم بچه اگه بخوای بندی تو رید و اینجا تونستیم ضرباتو وارد بکنیم. بچه دوباره بازی دست منه اگه توجه کرده باشید گیم پلی کاملا دست منه. بدتایمه بچه من خبرده شدید خوابم میاد دارم نمیدونم شوری دارم صحبت میکنم و بازی میکنم الان پکا خب ای شیت بچه پکا رو انداخت. من گریویارد رو میزدم که حداقل پکا از گوچ جدا بشه گوچ بیاد جلوتر همینه دقیقا همینه میخواستم از این حرکتم پکامون فایر
اوکی فایربال رو ریدم، دارکمونیس هم همینطور. بچا سوتی بد تایمه، خیلی سوتی دارم میدم. ببینید بعد این بازی میرم آبی میزدم به دست صورتم، میام دهنه ایسی رو سرویس میکنم. صبر کنید فقط بذارید ببینیم چی میشه اینجا، فرصتمون چقدره. فایر بالو الان، ولی نمیزدم سنگین تر بود واقعا. شت شت بزن بچه. این دفعه گیم پلی فقط دو دقیقه اول دستم بود، بقیه میتونم بگم ایسی سرتر از من بود تو این بازی، یعنی فقط دو دقیقه من بهتر از ایسی بازی کردم، ولی واقعا باید قبول بکنیم که توی این بازی حق ایسی بود، ولی بازی پیش اصلا اینطور نبود، یعنی فقط به خاطر سوتی و بد تایم بودن بازی هاست. بچه ها من باید الان خیلی بهتر از قبل بازی بکنم، میخوام بازی برگردم دیگه. بچه ها اونایی که من ایمان دارن میدونم من میتونم این کار رو انجام بدم، البته خودم امیدوارم. ببینیم چی میشه دیگه، بعد تمرکز شدید بکنم. ببینید بچه ها از این دوتا هر کدوم انتخاب بکنه فرقی نمیکنه برام، یه خورده اون نایت اِوولوشن میتونه اذیت بکنه، یه خورده نه زیاد، ولی بازم کار خاصی نمیشه تکی انجام داد با اون. میریم برای دارک دیگه، باید بازی رو برگردونیم. اصلا نباید من به این ایسی سه ایش ببازم، من با ایسی قبلا به سافایو زدم و سه ایش بردمش تو همین چنل خودم تقریبا یک سال پیش بکنم، سه یک یا سه هیچ بردم ایسی رو، دقیقه دارم نمیاد. نسبت به اون موقع داشتون پیر شده بچه ها واقعا. میشه فکرهای زیادی تو سرمه، یعنی افکار خیلی زیادی تو سرمه، اصلا نمیتونم به بازی تمرکز بکنم. اینو باید بهتون بگم بچه ها، این واقعیت، این چیزی که دارم بهتون میگم، مشغله و کارهایی که باید انجام بدم تو روزمره و این اصلا نمیذاره دیگه من کاری که میخوام انجام بدم. قبلا اصلا فکرم فقط بتل بود فقط، ولی الان اصلا اینطور نیست، انگار بتل جای خودش رو داده به چیزای روزمره و این چیزا. فایربال، من خودم از زندگی الانم خیلی راضی سرم بچه ها، چون دو سه سال پیش واقعا زندگی نمیشه این زندگی میکردم و یعنی یه جورایی تو بازی زندگی میکردم، یعنی فقط تو بازی بودم از صبح تا شب. این واقعیت ها بچه ها، من از صبح که بودم میشدم تا خود شب من تو بازی بودم، اصلا خوب نبود اونجوری. به هر حال یه بازی زمانی باید از یه همچین چیزی آدم جدا بشه، جدا که نه کم رنگ بشه، من کم رنگش کردم. تورنادو بچه ها، یعنی یه حرکتی با ایسی زدم که دیگه بار آخرش بشه پکار فرست پلی و از سابقات پلی بده، اون باید منتظر باشه من پکار پلی بدم، اون در واقع تصمیم بگیری که چیکار بکنه. اصلا اینطور نیست که داشتون به پکایی که از سهم میاد لوز بده. بچه ها این دفعه تونستم مثل بازی اول خوب بازی دستم بگیرم، دارکو میندازیم. دقیقا بازی اولی همچین شرایطی داشتم. فایربال شت، عجب حرکتی، عجب حرکتی. این شت چیه تو کله من افتاده نمیدونم. چون یکی از بدترین سیزنهای عمرم بود سیزن گذشته و مخصوصا گلوبال تورنمنت این سیزن خیلی افتضاح بود، نمیدونم چرا، ولی اوضاع ترکیبم بهتر شده، واقعا بهتر شده نسبت به سیزن پیش، ولی خودم نه مثل این که. اوکی بیس فایر رو بادم که زدیم. بچه ها اینجا یه بتل فوق العاده جذاب و حساس داشتم که دقیقا بچه ها 30 ثانیه اول کار ایسی رو تموم کردم، همون لحظه ای که پکار از سر انداخت و هم پکار از سمت مخالف انداختم دیگه کار تموم شد. خیلی پیش اومده اینجوری اشتباه بکنه ایسی توی لدر در برابر من و
میگم واقعا بچه هایی که از بهترین پلیراست درش هیچ شکی نیست. بچه ایسی هم مثل من ترکیبش داغون شده ها، سیزن گذاشته فکر میکنین چه رنگی زد؟ فکر نمیکنم فکر کنم رنگ 700 اینا زد اگه اشتباه نکنم. تازه اونم با پکا، نه با پکا فکر نمیکنم تا به 1000 اومده بودش اصلا. سیزن بیش فقط خدایی با قبول کنیم سیمویی که چند روز گذشته باش به صاف 5 زدم عالی عمل کرد، ولی بقیه پیکا پلیرا خوب نبودن واقعا. بچه ها من آنابانو داشتم بتلاشم چک میکردم از رویال ای پی آی، بچه ها تو گل با تورنمنت کلا 19 وین زده تو 3 تا اکانت 19 20 21، ریده بچه آنابان تازگی ها واقعا. دیگه الان بخواد خودش هم اگه برگرده به لدر نمیتونه مثل سابق بازی بکنه. آها اینجا بالاخره پکا گوچو میزنه، همین چیزیه که بچه ها ما دنبالشیم، سوتی های حریف، گیم پلی من، اسکیل و چیزی که الان دارید تحویل میگیرید. بچه ها دوباره تونستم بازی رو در دست بگیرم، قبول بکنید بچه ها جز بازی دوم تمام بازی رو دست من بود، یعنی الان بعد بازی تموم میشد، سهش من میبردم، ولی فعلا که داره ادامه میده بازی رو. چه بومبر میریم چیکار پکا. بچه ها زمانی که من پکا میندازم دقیقا همون زمانی که به نظرم ایسی میتونه از پکاش استفاده بکنه، چون تو شرایط عادی اگه پکا رو بخواد خودش اول پلی بده، من با پکایی که دارم در دستم سمت مخالف رو میگیرم و با یک گریویارد راحت میتونم پکای حریف رو خل سلاح بکنم. اینجورایی بچه ها این حرکت میدونم تکراریه توی این بازی، ولی تنها راه شکست این ترکیب همینه. یا دوباره یه 405 لوتی اومد شوتیه جورایی. بابا چه خبرتون آخه، ساعت 3 صبح دن سرویس ها بمبه. من تو بالکن نشستم بچه ها که بسیدم صحبت بکنم، همه خوابن. ایبیز شت، هولی شت، دوباره گفتم این شتو ولی افتاده تو کلم دیگه، ببینیم که از کلم در میاد. گوچ پکا رو قطعا میخواد بندازه اول بچه گریویارد، بله میدونستم این کار انجام میده. ببینید گوچ باید از پکا همیشه جدا بشه، چون اگه پشتش قرار بگیره نه الکترو ویزارده که میتونه جداشو بگیره نه هیچ کارت دیگه ای. نکنید با این وجود بازم زرف تو تابه، با این وجود که او مای گاد فایربال. بچه ها سطح دفاعی که انجام دادم بین المللی بود، در حد بوندسلیگا بود، واقعا خوب بود. گوچ ایویز قطعا بکا فرصت برای گریویارد حالا دارم، میندازمش قطعا یه بومبر که شاید، البته نه نشد، انتظارشم بالون به چیز پکا به چسب به تاور و بومبر ضرباتو به تاور وارد بکنه. فای بچه فایر بار شانس بودم. او مای گاد بچه او مای گاد چقدر داره حساس پیش میره این بازی، واقعا بهتون میگم یه این حجم از حساسیت من تو هیچ گیم پلی نهیده بودم. فوقلاده است پکاپ بیزم که مادر تورنادو. او مای گاد او مای گاد او مای گاد بچه ها هم نمیاره فایر. پکا گریویارد قطعا گوچو میخواد بزنه، بعد تورنادو. هولی فاک بچه ها، هولی شت، یه گیم پلی یه اصل
عسل لامصب، عسل بچه ها. یه گیمپلی عجیب، خوب، جذاب در سطح چنل، در سطح شما. واقعا حال کردم با این دودو کردنم، تونستم بازی برگردونم. گفتم بچه ها تنها یه دونه بازی، اونم توی 3 دقیقه آخر بازی دست ایسی بود. تمام بازی ها، تمام شرایط بازی دست من بود. واقعا پرفکت بود، خیلی خوب بود بازی ها. حالا مطمئنم شما با هم عقیده هستید که ایسی جزو 3 پلیر برتر پکا تو کل کلش رویل بوده تا الان. من که بر این باور هستم. بچه گیم پلی دارید مشاهده میکنید، نمیدونم داره چه ترکیب میچینه، قطعا که همین ترکیب پکا رمه، ولی خدا کنه نایتو نچینه، چون خیلی طولش داد. نایتو نچین، هرچی دوست داری بیار. گود لک. بومبر. بچه ها نایت اوکیه، من بازی دوم نایت زدمش دیگه، یا همون بازی بود که دستم بود و باختم، نمیدونم کدوم بود، ولی اوکیه بچه ها میتونم ردیف کنم، فقط باید تمرکز بکنم. اوف اوف بچه ها، اوف بچه ها، دیدی چی کار کردم؟ چه حرکت پشم ریزونی زدم با تورنادو. میدین اصلا میخواد به کاره بزنه، گفتم اول بخواد ای ویزو بزنه حیفه دیگه، حداقل یه اکسیر ازش بکشیم بیرون. من بچه ها اعصابم خیلی خرابه، یعنی بذارید بهتون بگم دیگه. ببینید 4 تا اکانت گلوبال تورنمنت، یکیش رنگ شد، یکیش 23 رنگ شد، بچه ها 4 تای دیگه هیچ کدوم رنگ نشد، باورم نمیشه. نمیدونم به صاحباشون چی بگم، نمیدونم، واقعا نمیدونم، هنوز که هیچی نگفتم. خیلی عصبانیم، از یه طرفم ناراحتم، اینکه گلوبال تورنمنت واقعا چیزی نبود. پکا، من هر 5 اکانت گلوبال تورنمنت تا 15 فین با یه باخت مثلا میآوردم، دو تاش بدون باخت بود، بقیه‌اش بدون باخت. نمیدونم چی میشه، میزنه به سرم، مثلا یه روز مونده به آخر سری، یه روز مونده به آخر گلوبال تورنمنت، همه رو میرینم توش. یعنی واقعا امروز هر چقدر به خودم فوش شدم اصلا همو خورد کردم کم بود. بچه ها گفتم بهتون، گفتم این نایت ایولوشن کار دست امیده واقعا. یعنی این روز برام روشن بود که نمیشه کاری کردین نایت ایولوشن رو ناکنید، هنوز زنده است. یعنی یه پکای سه اکسیری، یکی از رفقا دمش کم اینو گفت، من میدونم بلدم بهش میگم، پکای سه اکسیریه، واقعا یه چیز عجیبیه این نایت ایولوشن. ببینید هم ایسی آدم که باختیم ما این بازیه، ولی بچه ها خدا وکیلی قبول بکنید گیم پلی یا 90% دست خودم بود، این که واقعا دست ایسی بود، ولی با بقیه بازی ها همش دست خودم بود گیم پلی. امیدوارم این ویدیو خوش اومده باشه، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره بچه ها، تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ویدیوی راکان لاوا و لاوا و چیز اسم یارو چی بود، جک مونده، که اونا رو هم براتون میذارم تا این روزهای آتی، و فعلا تا یه ویدیوی دیگه. یا علی مدد بچه ها لایک کنید دیگه.